در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، این هفته دکتر سیفزاده حقوقدان برجسته میهنمان موضوع مرگ بسیار مشکوک آقای کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست را در زندان اوین، اعتصاب آتنا دائمی و گلرخ ایرائی و وخامت حال این دو زندانی سیاسی و عدم انتقال این دو زندانی به بیمارستان توسط مسئولان زندان اوین را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار داد. توجه شما را به این برنامه جلب. آقای سیفزاده سپاسگزارم از اینکه این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا گفتگوی رو با بینندگان دور تیوی در ارتباط با مسائلی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادنه داشته باشید. خواهش میکنم. من هم با سلام و تشکر از شما و شنوندگان عزیزتون. آقای سیفزاده، اولین سوال من در ارتباط با مرگ بسیار مشکوک آقای کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اوینه. موارد مانند این رو ما بسیار داشتیم و شما هم تا جایی که من یادم میاد دو بار به این موضوع پرداختید، ولی در ارتباط با این موضوع به خصوص آقای کاووس سید امامی و اینکه مسئولان نظام حاکم بر ایران مدعی شدند که آقای سید امامی خودکشی کرده، به مانند وارد مشابه که در قبل ما داشتیم و این چند روز بعد از این بود که این آقا رو بازداشت کردن، بینندگان خواستند که نظر شما رو در این مورد بدونن. بله، این با اینکه فقط در موارد مشابهش صحبت شده، با این وجود در مورد ایشان شخص از زمان اینکه دستگیر می شود و این دستگیری باید به موجب حکم قاضی صالح مراجع قضایی صالح باشد که اینا رو همه مفصل هر کدام من توضیح دادم، خب دستگیر میشه. به محض اینکه دستگیر شد و به زندان اعزام شد، فوراً طبق قانون عدالتی کیفری جدید ظرف یک ساعت باید وکیلش با اون ملاقات بکنه، باید مشاهدات خودشو و وکیل صورت جلسه بکنه و به قاضی مربوطه بده. پزشک بلافاصله باید اون رو مورد معاینه جسمی بی قرار بده و پرونده پزشکی براش تشکیل بدهد و این را هم برای قاضی بفرسته و همچنین برای مقامات مسئول که اگر احتیاجی از لحاظ روحی، روانی، جسمی به داروی خاصی داشته باشه یا باید تحت درمان قرار بگیره، آنها بدانند و باید به درمانش بپردازند. از اینجا حفاظت زندانی کاملا به عهده مسئولین زندان و بند هست و باید هر پیش آمدی که می شود اونها مسئول هستند. در این مورد علاوه بر مسئولین زندان، دادیار ناظر زندان، اصلا دادیار ناظر زندان یکی از کارهاش در زندانه بررسی این گونه موارد هست، مشکلاتی پیش آمده است یا نیامده است و اینها رو به فوریت بتونه رسیدگی بکند و اگر کسی تظلم و دادخواهی داشت فوراً تظلم و دادخواهیش رو بشنوه، صورت جلسه کنه و پزشک هم وضعیت جسمی روحی اونو در پرونده پزشکی که براش تشکیل میده، پرونده بالینی که براش تشکیل میده، به زندان عرض کنم که منعکس بکنه. اینجاست که مسئولین زندان مسئول این قضیه هستن. البته دادیار اظهار نظر که در زندان هست، یکی از مسئولیت‌های مهمش همین است که مسائلی که در زندان پیش آمده است، اگر کسی اعتراضی، شکایتی، شکوه اینها داره، فوری باش ملاقات بکنه و مسائل رو صورت مرخش کنه و در مورد دادخواهی افرادی که در داخل زندان هستند به دادخواهی بپردازه و شکایت‌های اگر داشتن مورد پیگیری قرار بدهد. و البته قوه قضایی دادستان هر شهر در مورد اتفاقاتی که در داخل زندان میفته مسئول هستند و باید به مسئله رسیدگی بکنن. خاطرم هست در زمانی که دادستان بودم، علاوه بر دادیار ناظر زندان که گذاشته بودم، هر یه مدت هم خودم یا مثلا معاونم رو به
زندان‌های مختلف می‌فرستادن و آنها بازدید می‌کردیم و به طور جدی مسائل مورد بررسی قرار می‌دادیم. اما خب متاسفانه مثلا خاطرم از این نوع پرونده ها زهرای کاظمی که خب دعوت شده بود از طرف دولت ایران برای مسائل روز، خب بردنش داخل زندان و گرفتن دوربین به قتل رسید و در اونجا وزارت اطلاعات تحقیقات بسیار مفصل و علمی از بازسازی صحنه جرم کرد که دادستانی این پرونده رو از وزارت اطلاعات گرفت و به بازپرسش داد و در دادگاه هم خب ما درگیری های شدیدی داشتیم. رئیس دادگاه رو ما در زمانی که مطالعه می کردیم پرونده خدمت سرکار خانم وادی و جناب آقای عبدالفتاح سلطانی، رئیس دادگاه رو عوض کردن و در جهت اهداف خودشون پرونده رو پیش بردن. در دادسرا یک مرتبه معاون دادستانی به بازپرس گفتش که این قتل اصلا قتل عمد نیست، غیر عمده و مأمور اطلاعات رو متهم به این کار کرد که کیفر صادر شد و در دادگاه که می‌خواستن اینا رو محاکمه بکنن ما گفتیم اصلا مطلب این نیست، این دادگاه صالح نیست و بی جهت به اینجا آمده، موضوع ما قتل عمده، دو تا ضربه رو سر زهرا کاظمی وجود داره که اگر مشخص بشود مرگ ناشی از کدام هست دقیقا قاتلش مشخص خواهد شد. در دادگاه تجدید نظر هم همین بیتوجهی انجام شد، همین اعمال نظرهای خلاف قانون انجام شد تا در دیوان عالی کشور شعبه 15 دیوان عالی کشور که از من خواست که در مورد پرونده و اعتراضم توضیح بدهم، با موافقت همکاران عزیزم من توضیحات کافی دادم و شعبه 15 دیوان عالی کشور رأی و شکست و گفت قتل و نبایدم در دادگاه عمومی رسیدگی می شد، باید در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار می گرفت که یک جلسه هم ما دعوت شدیم، بعد ما دستگیر شدیم همه و پرونده به چه سرنوشتی دوچار شد. اما در این پرونده مورد نظر تا آنجا که من در اخبار دیدم آقای مطهری نایب رئیس مجلس از دیدن اون عکس ها قانع نشده است. و یک مطلبی که واقعا باید گفت این است که در قانون آمده که تمام زندان‌های بخش‌های مختلف زندان در یک شهر تحت نظر سازمان زندان هاست و سازمان زندان نظر دادستان و قوه قضایی است. اما می‌بینیم مثلا در زندان اوین که من در اونجا بودم، مدتی در آنجا بودم، سپاه بر خودش زندانی داره، دادگاه ویژه روحانیت بر خودش زندان داره، وزارت اطلاعات بر خودش زندان داره و این موضوع مسئولیت لوس میکنه. باید طبق قانون تمام این زندان‌های مختلف رو تحویل سازمان زندان‌ها بدن تا بشود مسئولیت افرادی که در این حوادث اتفاق میفته مشخص بشود. آقای سفزاده، خبری که از دیروز بعد از ظهر در رسانه‌ها در حال انتشار و گردش هست اینه که مقامات نظام حاکم بر ایران اجازه کالبد شکافی رو به خانواده آقای سید امامی نمیدند و عجله می‌کنند که ایشون رو سریعتر به خاک بسپارند. از لحاظ قانونی و حقوقی چگونه است؟ مگر خانواده حق کالبد شکافی رو ندارن؟ حتما داره، این اجازه رو داره، هم اون هم وکیل اجازه دارن، در صورتی که به پزشکانی اعتقاد یا اعتماد وجود نداشته باشد حسب درخواست کسانی که به اصطلاح متضرر از جرم هستند باید کارشناسان متخصص مستقل تشکیل بشن و البته هزینه هم باید پرداخت بشه و کالبد شکافی انجام بشه. کالبد شکافی از حقوق حقه متضرر از جرم هست که باید به آن عمل بشود. یکی از مسائلی که ما داشتیم در ارتباط با قتل زهرا کاظمی و یا مساس همین مشکل وجود داشت، نه کالبد شکافی حقه و موقعی که تقاضا میکنن قاضی مربوطه باید به آن تن بده برای رفع ابهام.
آقای سیف‌زاده، آخرین سوال من در ارتباط با وضعیت وخیم دو تن از زندانیان سیاسی خانم آتنا دائمی و گلرخ ایرایی هست. 11 روز اعتصاب قضاشونه و 4 روزه که این اعتصاب قضا اعتصاب قضای خشک هست و وضعیتشون امروز بسیار وخیمه. امروز صبح دچار حمله شدند ولی مسئولان زندان این خانوم ها رو به بیمارستان منتقل نمی کنند. بینندگان ما خواستن که شما از لحاظ حقوقی و قانونی این بیمسئولیتی رو که از سوی مسئولان زندان داره اعمال میشه مورد بررسی قرار بدید. این که چه اتفاقی ناشی از عملکرد مسئولین زندان یا ناشی از فعل خود شخص اتفاق میفته و واقعی به وجود میاد، پیامدهای پزشکی این مسئله به عهده مسئولین زندان، بهداری زندان و قاضی مربوطه و مجتمعی که اون زندان در معیتش هست و همچنین دادستانی اون شهر هست. بر این وقتی که تشخیص داده بشود، پزشکان تشخیص داده بشود که اینها جانشون در خطر هست، فوری باید وسایل مقتضی برای رفع خطر اونها انجام بشود و این تکلیف قانونی مقامات هست و از حقوق حقه اون کسانی است که دچار این مشکلات میشوند. آقای سیف‌زاده، سپاسگزارم. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی.